به نام خدا وفایی هستم با مبحث درس راهسازی این ترم با هم خواهیم بود و در خصوص طرح هندسی راه در این درس با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. مفاهیم مطالبی که رای میشه عبارتند از تاریخچه راهسازی، تعاریف و اصطلاحات یک بخش اختیاری استاندارد و ایمنی خود رو میارهای طراحی ترافیک، فواصل دید و شروع گوسه، تراحی گوسته افقی که طراحی که این بخش، بخش بعدی در مورد قوس افقی هستش تراحی قوس افقی، تامین برولندی دور، گوسته های مرکب و معکوس، قوس اسپیرال و تحریز در قوس افقی خواهیم داشت در ادامه راجع به قوس قائم صحبت خواهیم کرد قوس قائم، طول قوس قائم و اون موارد آینامه پست قائم صحبت خواهد شد و در ادامه عکس های هوایی و نقشه های توپوگرافی طراحی مسیر افقی روی نقشه پروفیل طولی مقاطع ارزی ابنی فنی راه بحث خواهد شد در نهایت روش محاسبه سطح مقطع ارزی عملیات حجم عملیات خاکی منحنی بروکنر و ازم هم و بهترین خط توضیح توضیح داده شده و مبحث پایان پیدا میکنه مراجعی که میتونید داشته باشید کتاب های کتاب طراحی هندیسی راه و خیابان ها مربوط به سری کتاب های سری عمران کتاب های زیر ذره بین سری عمران هستش که شما میتونید کتاب رو بخرید و در این برای برای پروژه راهسازیتون هم از همین کتاب استفاده کنید ولی کتاب های اصلی که در این منابع اصلی که در این تدریس استفاده شده راهسازی طرح هندسی راه دکتر بهبهانی هستش و نشریه 415 آینامه طرح هندیسی راه های ایران هستش که این نشریه 415 رو من در کانال اتساین استیوتیجی و تکنیکس براتون آپلود کردم شما میتونید مراجعه کنیم و این نشریه 415 پی دی رو دانلود کنیم همچنین محتوای کمک آموزشی درس راهسازی ویرایش پنجم تعلیف دکتر حبیبیان از دانشگاه صنعتی امیر کبیر هم جزوی واقعا خوبی هستش به طور خلاصه مطالب مربوط به راهسازی رو در یک جزوی بازخامت و حجم کم ارائه میده خب نحوه ارزش به این صورت هستش که دو نمره حضور و قیاب و تمرین هستش امتحان کلاسی دو نمره امتحان میان ترم چهار نمره امتحان پایان ترم نیز دوازده نمره خواهد بود علاوه بر این بس بیس نمره ای که راجبش بحث کردیم یه نمره تشویقی هم در این کلاس در نظر گرفته شده برای حضور اگر شما هیچ قیبتی نداشته باشید میتونید از یک نمره مثبت حضور قیام بهره مند بشید اگر یک جلسه دقت کنید قیبت موجه داشته باشید صدم نمره مثبت خواهد داشت دو جلسه غیبت موجه بیست و دوم و سه جلسه غیبت و, و بیشتر هم نمره ای در نظر گرفته نشده و البته چون که این درس دو واحدی هستش اگر شما بیش از سه جلسه غیبت داشته باشین قاعدتا بایستی به فکر حذف درس باشین خب بیایم راجع به تاریخچه راهسازی صحبت کنیم ببینیم که اصلا چطوری شد که بشر به فکر راه افتاد چطوری راه ایجاد شد از کی ما بشر بشر راه رو ایجاد کرد بشر ابتدا اومد به صورت با دو, با دو پای, پیاده شروع به راه رفتن کرد خب کم کم زمان گذشت یاد گرفت که میتونه از حیوانات هم برای هم نقل هم خودش هم کالاهای مورد نیاز و وسایل مورد استفادهش استفاده کنه و در نهایت در, در ادامه خیلی بعدترها چرخ رو اختراع کرد بعد از اختراع چرخ بشر به فکر این افتاد که باعثی برای این چرخ هایی که ساخته یک راهی رو داشته باشه که به این چرخ ها بتونن به راحتی روش حرکت کنن برای و به این صورت بود که راه ایجاد شد که به عنوان یک زیر ساختی برای جابجایی انسان و کالا مورد استفاده قرار بگیره واقعیت اینه که ابتدا مخصوصا در ایران ما در ما عملا از چون که خاک مشکل زیادی نداشته میتونستیم به راحتی در با استفاده از اسب و چهارپایان در مسیر حرکت راهامون حرکت کنیم ولی در جاهایی که مثلا دو تا رودخونه به هم در رو در جاهایی که گذرگاه های کوهستانی بوده و یا یک مسیر آبی بوده بشر اومد کار کرد از راه برای اتصال این گذرگاه های استفاده کرد یا اینکه یه جاهایی که با حالت باطلاقی داشت و حتی چهارپایان هم نمیتونستن ازش عبور پیدا کنن اومد و چیکار کرد اومد و در این قسمت ها زمین رو در واقع به نوعی بهسازی کرد و در این قسمت یک ساختار راه رو ایجاد کرد تا به راحتی در این مسیرهای مشکل دار بتونه رفت آمد کنه بشر اومد چیکار کرد؟ اومد درخت ها رو در مناطق جنگلی قطع کرد تکه سنگ های بزرگ رو در این مسیر گذرگاهی خودش جابجا جا کرد تا اینکه یک مسیر رفت آمد رو برای تجارت و بازرگانی خودش ایجاد کرد با گذر زمان گسترش تجارت و بازرگانی و نیاز به راه عریضتر باعث شد که ارز جاده ها هم افزایش پیدا کنه خب بیایم ببینیم که در دنیای کوهنج اتفاقی داشته میافتاده اولین راه هایی که در تاریخ ثبت شده مربوط به 4000 سال قبل از میلاد در شهر ایندوس در پاکستان امروزی هست که این تمدن ایندوس در شهرهای تمدن ایندوس داشتن از راه استفاده میکردن بعد در اهرام سلاسی مصر هم برای حمل هم مساله برای این اهرام و هم برای ارتباط بین آنها اومدن چیکار کردن از راههایی بین اهرام سلاسه ایجاد کردن و از اونها استفاده کردن و همچنین دو هزار سال قبل از میلاد در شهرهای بابل راههایی وجود داشت که مردم ازش استفاده میکردن و رفت آمد در بین شهرها با استفاده از این راهها انجام میشد و همچنین روم با, روم اختراع چرخ راههایی رو بر راه عبور مرور با چرخ ایجاد کرد که عرض این معابر حتی به سفوت هم میرسید که در شکل زیر هم آثار به جای مانده از خیابان های روم باستان رو میتونیم ببینیم خب در سال 1659 میلادی بود که کالسک اختراع شد و کم کم راههایی رو با استفاده از در راههایی رو ایجاد کردن که این کالسکه ها بتونن در اون حرکت کنن دقت کنید که تردود با اسب تا اوایل قرن 18, 18 میلادی هم ادامه داشت و در اواخر قرن 18 بود که یک مهندس فرانسوی به نام ترزوگیت اومد تکی سنگ های درشت شکسته رو در راه قرار داد و اونو با قطعه های سنگی کوچک رو داخل وسط این تکی سنگ های شکسته درشت چید تا بتونه یک سطح صاف یک نواختی رو ایجاد کنه و در ادامه ناپلون بود که شبکه های راه های, راه های اصلی فرانسه رو اومد ایجاد و توسعه داد و در اواخل قرن 19 راه های فرانسه شبکه راه های فرانسه شکل گرفت در همزمان با این پیشرفت شبکه راه هایی که در فرانسه داشت صورت می گرفت در انگلستان هم دو تا مهندس اسکاتلندی به نام توماس تلفون و مکادامس بودن که جان ال مکادامس بودن که اومدن و مکادام بودن که اومدن و شبکه راه های انگلستان رو به شیوه نوین پای کردم و شروع به گسترش شبکه راه های انگلستان کردم حتی به احترام توماس تلفولد الان یک نشریه بسیار معتبری به نام تلفولد رو در انگلستان در حال انتشار هستش که به یادگار این مهندس اسکاتلندی توماس تلفولد نامیده شده و توسعه خیابان های آسفالته در شهرهای مثل پاریس در اواخر قرن 19 صورت گرفت یعنی ما عملا این راه ها و خیابان های آسفالته ای که امروزه به عنوان راه میشناسیم و در اوایل قرن بیستم متولد شدن و گسترش پیدا کردن ببینیم تاریخ راستازی در آمریکا چطور هستش بذارین یک نکته ای رو برای شما الان همین الان روشن کنم ببینید این آمریکا اومد در اوایل قرن بیستم بود که فاصله بین مزرعه و بازار مصرف از هم فاصله گرفتن برای همین هم مجبور شدن که چیکار کنن یک راههایی را ایجاد کنن که این مسیرها این کالا رو به, به بازار مصرف برسونن و با توسعه اتومبیل در سال 1904 این نیاز به گسترش راه ها هم اومد بیشتر خودش رو نشون داد و در نهایت این راه های توسعه بزرگراهی در ایالت در بین در ایالت آمریکا در سال 1917 صورت گرفت و یک توسعه بزرگ راهی بین ایالات آمریکا بین سالهای 1954 تا 1990 صورت گرفت یعنی شما این نقشه ای که میبینید اون مسیرهای اصلی هست که ایالتها رو به همدیگه وصل میکنه و دقت کنید که اهمیت این مسیرهایی که در این شکل میبینید به اندازه در واقع سفر پروژه ناسا و به اندازه سفر به ماه اهمیت داشته یعنی ما داریم راجع به یک زیر ساخت سنتی و هم و نقلی یک کشور صحبت می کنیم و برای کشور ما هم اینقدر این زیر های مربوط به راه اهمیت پیدا میکنه بنابراین شما با یک درس بسیار مهم همراه میشین و سعی کنین که خیلی خوب اونو یاد بگیرید خب بیایم راجع به تاریخچه راهسازی در ایران صحبت کنیم همونطور که راجع به بابل یا تمدن این صحبت کردیم با سی بیایم راجع به راه شاهی خودمون هم صحبت کنیم در دوره داریوش در 500 سال قبل میلاد یک راه شاهی در ایران با طول بیش از 2700 کیلومتر ایجاد شد که یک در واقع نخستین جاده بین‌المللی ساخته شده در جهان بود که می اومد پاسارگاد رو به تخت جمشید و شوش, تخ... شوش و دیگر شهرها وس می کرد و در نهایت این مسیر شاهی می رفت در... به شهر سارس در روسیه در سوریه امروزی می رسید خب که این 2700 کیلومتر راه بود امکان که به صورت امکان جابجایی رو در مدت 19 روز فراهم می کرد و دارای 111 تا راهداری در مسیر راه بود که کاملا مسیر رو برای رفت آمد امن می کرد. خب حالا بیایم راجع به تاریخچه متولیان در راه در ایران صحبت کنیم اولین بار یک وزارت فواید عامه ای در دوران سلطنت ناصر شاه ایجاد شد که امور مربوط به احداث راه و پل و راهداری هم زیر مجموعه کارهای این وزارت فواید عامه بود که در سال 1289 ایجاد شد بعدها یک ادارهی به نام اداره طرق و شواره در در واقع در زیر مجموعه وزارت فلاحت و فواید عامه ایجاد کردید که این اداره می اومد و اون بخش مربوط به راه و نگهداری و بهره برداری از راه و ساختمان راه رو تو این اداره مورد بررسی و اقدامات لازم رو انجام دادن که در سال 1304 تاسیس شد بعد تا این اداره کل طرق و شواره به وزارت طرق و شواره در سال 1308 تغییر ماهیت داد و تبدیل به یک وزارت شد و در سال 1315 این وزارت طرق و شواره به وزارت راه تغییر نام پیدا کرد و و در سال 1353 به وزارت راه و ترابری تغییر نام پیدا کرد دقت کنید که بعد از سال 1353 کلیه امور مربوط به در واقع وزارت راه چه راه های هوایی چه راه های آبی چه راهان چه راه های جدید تماما زیر مجموعه وزارت راه و ترابری در نظر گرفته شد و در نهایت در سال 1390 بود که وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن ادغام شد و وزارت جدیدی با عنوان وزارت راه و شهرسازی ایجاد گردید و امروز هم از اون داریم استفاده میکنیم